الان که بعضی جاها خبر اومده که دلار قرار سقوط بکنه، دلار قرار دیگه ریزرو کارنسی جهان نباشه، ریزرو کارنسی میشه چی؟ میشه ارز ذخیره یا ذخیره ارزی جهان، اعتبار ارزی جهان. بله، ذخیره ارزی جهان. خب و این قرار جایگاهش رو بده به یوان چین. الان دارن کلی با این الان اورگازم دارن میکنن که الان این باعث میشه که آمریکا کاملا سقوط بکنه اگه دلار هم اینجوری بیفته. حالا ما این ویدیو رو بررسی میکنیم، بیام ببینیم، راستی آزمایش بکنیم ببینیم آیا اینا دارن درست میگن یا فقط همون رویاهای سقوط آمریکاست که الان دارن اینا رویا پردازی میکنن، چقدرش درسته چقدرش غلطه. یکی یکی بررسی میکنیم. حالا ویدیو رو من شروع میکنم، با هم نگاه میکنیم ببینیم جریان چیه. حالا اینم قبلش بود، یعنی ما در نیوز ویک در 22 دسامبر، یعنی در دوم دی ماه همین امسال دیدیم که نیوز ویک میگه China is trying to end America's petrodollar monopoly. چین سعی داره که مونوپولی آمریکا روی پترودلارها رو از بین ببره و سعی کنه که بخشی از مبادلات نفتی با یوان انجام شه یا با ارزهای مشابه انجام میشه و این در واقع کشیدن یکی از مهمترین خرابکاری، یکی از مهمترین پایه‌های ثبات دلار و آقایی دلار خواهد بود. خب اینو با شما نگاه کنید، این از به شکلی از usfunds.com من آوردم. الان داره این مقاله نشون میده روی صفحه از یه سری مقاله هایی که داره میگه که آیا پترودلار داره عوض میشه. حالا بچه کسا که نمیدونین چرا به دلار آمریکا میگن پترودلار، به خاطر اینکه پشتوانه دلار آمریکا از وقتی که از زمان نیکسون دیگه طلا نبود، از نیکسون به بعد طلا رو برداشتن، یه جورایی میشه گفتش که پشتوانه دلار آمریکا نفت بود، به خاطر اون قراردادی که آمریکا بست با عربستان سعودی که فقط نفت و فقط بشه به دلار خرید و اینکه تجارت نفت و بعد از اون هم دیگه تجارت جهان شد بر اساس دلار آمریکا، این پشتوانه شو دیگه مثلا میگفتن نفت و ولی بهش میگفتن پترودلار. حالا میگن اگه این پشتوانه رو بتونن بردارن آیا میشه جایگاه دلار آمریکا رو برداشت از اون جایی که داره. حالا بریم ببینیم جریان چیه. یعنی این مقاله‌ای که داره نشون میده مال مارس 2023 هست، یعنی هم اخیره. الان اخیرا صدای این در اومده، مخصوصا که چین و عربستان با هم قراردادایی دارن میکنن که عربستان بیاد نفتشو، شاید نگفته که این کارو میکنه، داره بررسی میکنه که نفتشو به یوان چین بفروشه. خب بعد یه سری سرصداهای از برزیل در اومده که اون البته یه مقدار گندش کردن از اون چیزی که تو برزیل اتفاق افتاده، داره یه مقدار گندگویی دارن میکنن، خیلی اون چیزی که میگن نیست. خب و یه مقدارم یه کشورهای دیگه مثل هند و آفریقای جنوبی و اینا هم و روسیه هم که معلومه وارد این داستانا شدن که بیان ببینن به غیر از دلار آمریکا میتونن یک ارز دیگه ای هم استفاده بکنن، که الان اینا میگن که اینا قرار بیان یه ارز دیگه استفاده بکنن. الان سر صدا کرده که وای جایگاه دلار آمریکا داره از بین میره یا نه، میگه که is this the end of the petrodollar. خب این مال 24 مارچ، یعنی مال 3 فروردین امسال، مقاله خیلی خیلی طولانی و بلندیه که با همین در واقع اشاره به اتفاقایی که داره میفته به دان آف پترو یوان داره اشاره میکنه. خب به طلوع پترو دلار داره اشاره میکنه. خب و در مورد این حرف میزنه که چرا آیا در اینجا ترید بتوین چاینا و روسیا، در واقع تجارت بین روسیه و چین رو از سال 2015 داریم میبینیم. خب و میبینیم که چگونه سال 2023 سال به سال رشد کرده و الان داره این نمودار نشون میده بین تجارت بین چین و روسیه، خب که این چقدر داره رشد میکنه و این خیلی نمودار عجیبی که داره نشون میده، به خاطر اینکه اگه شما میخواین جایگاه دلار آمریکا رو بگیری باید درصد تجارت ارزاتون رو تو جهان نشون بدین، نه بین دو تا کشور که یکیش الان یه اقتصاد به شدت عقب افتاده ایه که حتی اقتصادش از کل اقتصاد ایتالیا هم کوچکتره مال روسیه رو. الان دو تا اقتصاد بین این دو تا کشور رو بخوای نشون بدی رشد بکنی چیز خاصی نشون ندادی. همون که من به شما گفتم و به همین اساس این میاد و توضیح میده که US dollar is still the world's reserve currency but its dominance is slipping. خب هنوز که هنوز دلار به شکلی ذخیره اصلی دنیاست اما به شدت داره کاهش پیدا میکنه. که ما سر این هم برنامه‌های متفاوتی داشتیم به ویژه با احمد صالحی که توصیه میکنم که این رو ببینیم، US dollar and Chinese yuan. خب رمینبی
as a percent of total global foreign reserve که میتونید اینجا شما نگاه کنید دلار به شدت داره پایین میره و ببین داره میگه دلار داره به شدت پایین میره. خب حالا من یه نمودار بهتری فکر کنم یواش یواش نشون بدم که اینو نشون تو بدم، چون این داره نگاه داره نشون میده که ببین با چه شیبی داره میره پایین. خب الان نموداری که داره نشون میده دلار اند چاینیز رنمبی که همون میشه یوان، این اسم رنمبی نمیدونم چجوری بگم ولی یوان راحت تره. خب میگه دلار داره نشون میده که دلار آمریکا و یوان چین درصدشون از total global foreign reserves. Global foreign reserves میدونین چیه بچه ها؟ global foreign reserves یعنی ذخیره ارزی کشورهای مختلف به ارزهای غیر از ارز رسمی کشور خودشون توی بانک مرکزیشون. خب بانک های مرکزی معمولا پول ذخیره ارزهای ذخیره ای که دارن یک پورتفولیو هست از ارزهای مختلف به ارز خودشون و به ارزهای کشورهای دیگه که اکثرش دلار آمریکاست. بانک های مرکزی جهان برای همین وقتی به میگن ارز ذخیره، ذخیره رو برای چی دارن میگن؟ برای اینکه ذخیره است توسط بانک مرکزی کشورهای مختلف. برای اینکه بانک های مرکزی کشور وقتی میخوان پول نگه دارن نمیتونن که همه پول رو به کارنسی به ارز خودشون نگه دارن، این خیلی ریسکیه. میرن یه ارزی رو انتخاب میکنن که ثبات داشته باشه و معمولا هم دلار آمریکا رو نگه میدارن. البته وقتی دلار آمریکا رو نگه میدارن معمولا خود دلار رو نگه نمیدارن، چون که دلار رو دستت بمونه هیچ سودی نداره. وقتی دلار آمریکا رو میخرن میرن با اون دلار آمریکا میرن معمولا سهام ها، یعنی سهام نه سرمایه های آمریکایی رو میخرن، چه قرض باشه چه سهام باشه هر چی که باشه. ولی حالا نموداری که داره نشون میده که یه شیب خیلی زیادی رو داره نشون میده که چقدر از درصد این ارز ذخیره از آمریکا داره میاد پایین، یه چیزی که تو نمودارا باید دقت بکنین اینه که پایین نمودار از کجا شروع میشه. اگه صفر نباشه، میبینین این x اکسس این y اکسس این نمودار اگه نگاه بکنین، y اکسس به فارسی چی میشه؟ قسمت عمودیش، محور عمودی مختص، محور عمودی این نمودار اگه نگاه بکنید پایینش صفر نیست، پایینش 50 است. مال اون چینیه رو اگه نگاه بکنید پایینش مثلا نزدیک صفره، 1% و نشون میده از 1 رفته به 3. خب همین او 3 برابر شده. ولی اگه آمریکایی نگاه بکنید 75 آورده به 60%، ولی چون اون قسمت عمودیش از 50 شروع شده این شیبه بیشتر از اون چیزی به نظر میرسه که هست. این اگه از صفر نشون میداد این سقوطش سقوط کمتری به نظر میامد. برای همیشه پایین نمودار رو نگاه بکنی که ببینی از کجا شروع میشه. یوان به شدت داره بالا میاد و همه اینها چه سالی از سال 2016 است که ببین یوان یک اوج خیلی خیلی عجیبی داره در اینجا میگیره. خب حالا ما بهش بعدا میرسیم. اینجا هم بازی مقاله دیگه از فوربزه. فوربز که دیگه بخاله نه مال جمهوری اسلامی نه مال چینه، فوربز که از مجلات اصلی ثروتمندان آمریکایی و میگه پترو دلار داسک. حالا اون یکی از طلوع پترو یوان صحبت میکنه، این از غروب پترو دلار صحبت میکنه. خب و پترو یوان دان، طلوع پترو یوان و غروب پترو دلار. What investors need to know و وحشتی که بر بازارهای آمریکا اومده. که این 27 مارچه امروز این که میگه وحشتی که برای بازارهای آمریکا به وجود اومده، این الان خیلی خنده داره، برای اینکه بازارهای آمریکا خیلی با هم فرق مختلف هستن و بسیاری از بازارهای آمریکا اصلا با این در رویاشونه که دلار آمریکا یه سقوط درست حسابی بکنه، به خاطر اینکه کارشون تو صادراته. شما اگه قسمت بزرگی از بازار آمریکا، حتی تولید کننده هایی هم که الان صادراتشون کمه، میتونن وارد بازار صادرات بشن اگه دلار آمریکا سقوط بکنه. اتفاقا خیلی الان آمریکایی که این همه با این دلارش که به احتمال زیاد قیمتش از ارزشش بیشتره، یعنی اوور والیود هست، الان حتی در این شرایط تولید کننده های آمریکایی تونستن یک رقابت خیلی عجیب غریبی تو همه دنیا داشته تو بازار همه دنیا داشته باشن. یعنی جنس آمریکایی خیلی هنوز محبوبه. دیگه فرض بکنید وقتی که دلار آمریکا بیاد پایین دیگه جنس آمریکایی چقدر محبوب میشه. این تولید کننده آمریکا یکی از مراکز بزرگ تولید هست. خب یعنی ولی نسبتاً کمه نسبت به اون چیزی که پتانسیلش بود. چون دلار خیلی الان همه جا محبوبه و قیمت دلار بالاست، جنس آمریکایی گرونه.
اگه دلار آمریکا بیاد پایین، تولید کننده های آمریکایی بسیار از این لذت میبرن. برای همین نمیدونم چرا الان فقط یک طرف قضیه رو میگه. بله، اونایی که توی آمریکا کار خیلی مثلا واردات دارن، شرکت هایی که برای کارشون احتیاج به واردات زیاد دارن، اونا ممکنه از این وحشت بکنن. ولی یه قسمت بزرگی از اقتصاد آمریکا نه تنها وحشت نمیکنه، داره رویاشه که دلار آمریکا بیاد پایین. برای همین یه طرفه داره نگاه میکنه.